بنیاد مولانا جلال الدین محمد بلخی پیشکش می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. نیما یوشیج، پدر شعر نو در زبان فارسی. نیما کیست و شعر نیمایی چیست؟ علی اسفندیاری، متخلص به نیما یوشیج، شاعر معاصر و پدر شعر نو فارسی است. او با ایجاد تحول و تغییر در ارکان شعر کلاسیک، سبک جدیدی از شعر را ابداع و معرفی کرد. نیما یوشیج با نام قبلی علی اسفندیاری شاعر پیشرو بود که با درهم شکستن قواعد شعر کلاسیک، سبک جدیدی را در شعر ابداع کرد و آن را شعر نو نامید. نو آوری نیما مانند هر پدیده جدید دیگری ابتدا با مخالفت روبرو شد و سروده های او را ناهمخوان با قواعد شعری نامیدند. اما نیما با استواری در راهی که پیش گرفته بود ثابت کرد که شعر نو ادامه راه شعر کلاسیک است. بعدها روش کار نیما در شعر فارسی طرفداران زیاد پیدا کرد که در ایران میتوان از شاعران مانند احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، سیاوش کسرایی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، هوشنگ ابتهاج معروف با سایه، فریدون مشیری، علی بهمنی و تنی چند از شاعران دیگر با عنوان معروفترین پیروان نیما نام برد. همچنان پس از ایران روش کار نیما در افغانستان نیز ترویج پیدا کرد که استاد خلیل الله خلیلی را با عنوان نخستین نیمایی سرای افغانستان میتوان نام برد. کار استاد خلیلی در افغانستان نیز در ابتدا با مخالفت‌ها و تمسخرهای از سوی تعدادی از شاعران همعصر او روبرو شد، اما بعدها طرفداران زیاد پیدا کرد که میتوان از شاعران چون محمد یوسف آینه، استاد واصف باختری، سلیمان لایق، اسدالله حبیب، بارق شفیعی، لطیف ناظمی و تنی چند از شاعران دیگر با عنوان نخستین و معروفترین ادامه دهندگان راه نیما و خلیلی نام برد. طرز شعری که نیما آن را به کار گرفت به نامهای شعر نو، شعر نیمایی و شعر آزاد نیز یاد می شود. زندگی نامه نیما. نیما یوشیج در روز 21 آبان سال 1276 خورشیدی در روستای یوش از توابع شهرستان نور در مازندران ایران زاده شد. پدرش ابراهیم خان اعظم السلطنه، کشاورز، دامدار و از بزرگان یوش بود. نیما در کودکی به خاطر آزارهای معلم روستایش از مکتب گریزان بود، اما به هر ترتیب خواندن و نوشتن را در مکتب روستا آموخت و به لطف پدرش تمام فوت و فن زندگی روستایی را به خوبی یاد گرفت. او تا 11 سالگی در یوش زندگی کرد و پس از آن به همراه خانواده راهی تهران شد. ابتدا به مکتب حیات جاوید رفت و سپس برای فراگیری زبان فرانسه در مکتب کاتولیک سن لوی به ادامه تحصیل پرداخت. نیما از کودکی در چارچوب قواعد خشک از جمله قوانین مکتب نمی گنجید. به همین سبب آن طور که خود در خاطراتش می گوید بارها از مکتب فرار کرده و اشتیاق به نشستن پشت چوکی مکتب را نداشت، تا اینکه نظام وفا، معلم و شاعر مشهور آن دوران، او را به مکتب و بیشتر به شعر علاقمند کرد. نیما چندین سال بعد شعر بلند افسانه را به نظام وفا تقدیم کرد. این شعر از زیرساخت‌های شعر نو فارسی است. نیما به گفته خود شاعر رنج‌های مردم است. او نخستین شعر خود را به نام قصه رنگ پریده در سن 23 سالگی و با سرمایه شخصی چاپ کرد. سپس در سال 1301 خورشیدی
منظومه بلند افسانه را در مجله قرن بیستم با سردبیری میرزاده عشقی منتشر کرد. عضویت او در هیئت تحریر مجله موسیقی و آشنایی و همکاری با شاعران و نویسندگان پیشروی چون صادق هدایت، محمد ضیای هشت رودی، عبدالحسین نوشین و میرزاده عشقی با او در گسترش شعر نو کمک کرد. او در زمان همکاری با این مجله شعرهای ققنوس، غراب و مقاله ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان را منتشر کرد. نیما از بنیانگذاران انجمن شاعران شمع سوخته بود. همه اعضای این انجمن از جمله هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرویی و احمد شاملو از پیشگامان و بزرگان ادبیات معاصر ایران بوده و هستند. نیما در جوانی دوبار دلباخته شده بود و هر دوبار به شکست انجامید، اما سرانجام با عالیه جهانگیری که از بستگان جهانگیرخان سور اسرافیل بود ازدواج کرد. عالیه مدیر مکتب بود و پس از مدتی به شهر بابل و سپس رشت منتقل شد و نیما نیز همراه با او به این دو شهر کوچ کرد. حاصل ازدواج آنان پسری به نام شراگیم است. نیما در 22 سالگی به استخدام وزارت مالیه درآمد، اما پس از مدتی این شغل را رها کرد و برای مدتی خانه نشین شد. نیما فعالیت های سیاسی نیز داشت و از مخالفان حکومت قاجار بود. او تصمیم داشت به میرزا کوچک خان جنگلی بپیوندد تا همراه جنبش جنگل علیه حکومت قاجار مبارزه مسلحانه کند، اما پس از چندی از تصمیم خود منصرف شد. در گذشت نیما و آرامگاه او. نیما یوشیج پس از یک دوره بیماری ذات‌الریه برای درمان به تهران آمد، اما معالجهش مؤثر نبود و سرانجام در 13 جدی یا دی سال 1338 خورشیدی در تهران چشم از جهان فرو بست و پیکرش برخلاف وصیت او در گورستان ابن بابویه تهران به خاک سپرده شد. در سال 1372 خورشیدی پسرش شراگیم طبق وصیت پدر پیکر او را بر روستای یوش زادگاه نیما منتقل کرد و به خاک سپرد. آرامگاه وی اکنون در حیات خانه پدریش در یوش در کنار آرامگاه خواهرش بهجت الزمان اسفندیاری قرار دارد. خانه نیما از بناهای تاریخی دوره قاجار است که توسط سازمان میراث‌های فرهنگی ثبت ملی شده و بازدید از آن برای عموم آزاد است. نیما پدر شعر نو در زبان فارسی. علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج در ابتدا با سبک کلاسیک خراسانی شعر می سرود. اشعار او مطابق با اصول شعر قدیم دارای وزن، قافیه و عروض شعر کلاسیک بودند. اما این نوع شعر آن چیزی نبود که نیما سودای آن را در سر داشت. او چیزی فراتر از قالب‌های معین و از پیش تعیین شده می‌خواست. همان طور که خود می‌گوید، ما درست به دوره رسیده‌ایم که شعر مرده است. مسیر محدودی که قدما داشته‌اند به پایان رسیده است. اکنون انتهای دیوار است و راه کور شده است. شعر نیما در قالب و چارچوب نمی‌گنجید. از این رو او شیوه ها و قواعد سنتی شعر را از میان برداشت و این گونه شعر نو متولد شد. آشنایی با زبان فرانسه و مطالعه اشعار شاعران اروپایی دریچه جدید به ذهن او گشود. او با دگرگونی ساختار، قالب و فرم شعر کهن سبک نو ارائه کرد. به همین سبب بسیاری از شاعران و ادیبان آن زمان از جمله ملک و شورای بهار با مخالفت، سرزنش و حتی تمسخر نیما و اشعارش پرداختند، چرا که معتقد بودند
آنچه که نیما می سراید شعر نیست. نیما در پاسخ به این مخالفان گفت: در اشعار آزاد من وزن و قافیه به حساب دیگر گرفته می شوند. کوتاه و بلند شدن مصرعها در آنها بنابر هوس و فانتزی یا خیالات نیست. من برای بی‌نظمی هم به نظم اعتقاد دارم. هر کلمه من از روی قاعده دقیق با کلمه دیگر می چسبد. شعر آزاد سرودن برای من حتی دشوارتر از شعر کلاسیک است. اگرچه در ابتدا شعر نیما مخالفان زیادی داشت، اما با حمایت نویسندگان پیشروی مانند صادق هدایت و چاپ آثارش در مجله های معتبر آن زمان، کم کم شعر نو جایگاه خود را در میان شاعران و مردم پیدا کرد. بدین ترتیب نیما قواعد قرنها شعر کهن را در هم شکست. بسیاری شعر ققنوس نیما را نخستین شعر نو فارسی و سرآغاز تحول شعر می دانند. اما آنچه که ما در ققنوس می خوانیم نتیجه سالها تأمل، آزمون، تحول، هنجار شکنی و تلاش نیما است. او پس از سالها مطالعه سبک‌های شعری، زیر و رو کردن عروض و قافیه و در آخر با در هم شکستن قواعد شعر نو را آفرید و به ادبیات معاصر معرفی کرد. البته نیما تنها به تغییر فرم و قالب شعر بسنده نکرد. تأثیرات نیما بر شعر را می توان در دو دسته شکلی و محتوایی بررسی کرد. یک، تغییر شکل شعر فارسی توسط نیما. نیما چارچوب عروضی و وزن شعر کلاسیک را به طور کلی تغییر داد. در شعر نو خبری از قافیه شعر کلاسیک نیست. اگرچه نیما به اوزان عروضی وفادار است، اما آزادانه کاربرد و اندازه آنها را تغییر می دهد و می تواند مصرع را بلندتر یا کوتاه‌تر کند. نیما معتقد است هر جا که شعر کامل شد باید آن را پایان داد و نباید محتوا و کلام را فدای قالب و شکل کرد. بنابراین در شعر نو برخلاف شعر کهن برخی مصرعها بلند و بعضی دیگر کوتاه هستند و قافیه نیز در اختیار شاعر بوده و جایگاه مشخص ندارد. دو، تغییر محتوایی شعر فارسی توسط نیما. نیما شعر را اجتماعی کرد. فریدون مشیری دیگر شاعر معاصر در این باره می گوید: مهمترین کاری که نیما کرد این بود که شعر را از کاخ عاج خواص به میان مردم آورد. در شعر نیمایی به عنوان فردی برخواسته از اجتماع با رنجها، شادیها و مطالبات یکسان با مردم، این نزدیکی و یکی بودن با جامعه دیده می شود. شعر نیما برخواسته از میان مردم و برای مردم است، نه برای انجمن شاعران یا دربار پادشاهان. برای نمونه، نیما که خود روستایی بود بسیاری از کلمات گویش های روستایی را وارد شعر کرد. او می گوید: جستجو در کلمات دهات و اسم چیزها هر کدام نعمتی است. نترسید از استعمال آنها. خیال نکنید که قواعد مسلم زبان پایتخت است. البته پیش از نیما نیز شاعرانی بودند که در جهت تغییر شکل و فرم شعر کهن کوشیدند، اما هیچ یک چون نیما موفق به ایجاد تحول بزرگ و جاودان نشدند. از این رو نیما را پدر شعر نو می نامند. مجموعه آثار نیما. آثار نیما یوشیج به چند دسته که شامل اشعار، نامه ها، داستان ها، نمایشنامه ها و مقال ها می شود تقسیم شده است. نامه های او بیشتر خطاب به خانواده، دوستان و همفکرانش هستند. موضوع نامه های نیما بیشتر در مورد نقد شرایط اجتماعی آن دوران و تحلیل و بررسی شعر است.
در لابلای این نامه ها می توان به روند تحول شعر نیما، افکار و اندیشه های او در مورد زندگی، سیاست، جامعه و ادبیات پی برد. از جمله داستان های او می توان به مرقد آقا، آهو و پرنده ها، توکایی در قفس، کندوهای شکسته که شامل 5 داستان کوتاه می شود اشاره کرد. نمایش نامه نیما کفش حضرت غلمان نام دارد. از جمله مقاله های او می توان به حرف های همسایه، درباره شعر و شاعری و ارزش احساسات، جعفرخان از فرنگ آمده، تعریف و تبصره و شعر چیست اشاره کرد. از دیگر تألیفات نیما می توان از مجموعه آثار زیر نام برد: قلمانداز، حکایات و خانواده سرباز، مانلی و خانه سریویلی، فریادهای دیگر و عنکبوت رنگ، نامه های عاشقانه و شعر من. اشعار نیما. سبک و قالب شعر نیما را می توان به 3 بخش تقسیم کرد. 1. قالب سنتی. نیما پیش از ابداع شعر نو در قالب های سنتی مانند غزل، رباعی و مثنوی شعر می سرود. 2. دوره تحول. دوره تحول در شعر نیما که شامل اشعار مانند خارکن، ای شب و محوس است. 3. شعر نو. شعر نو یا شعر نیمایی که نتیجه تحول بزرگ در شعر نیما و بعد دنبال آن در ادبیات ایران است، از این گروه شعری می توان به اشعار در شب زمستان، داروگ و مهتاب اشاره کرد. علت شهرت علی اسفندیاری به نیما یوشیج. علی اسفندیاری نامی است که نیما از کودکی به آن یاد می شد. او برای تخلص شعری خود ابتدا تصمیم داشت نام مانی را انتخاب کند، اما در نهایت با جابجایی حروف آن نام نیما را به معنای کمان بزرگ برای خود برگزید. در حدود سال 1300 خورشیدی که دولت اقدام به صدور شناسنامه برای مردم کرد، او نام نیما یوشیج را برای خود انتخاب کرد، چرا که نیما تخلص شعری و یوشیج برگرفته از روستای یوش زادگاه او بود. تخلص نیما در اشعار او. نیما یوشیج در اشعار کهن خود از جمله قطعه، رباعی و غزلیات بارها از تخلص شعری خود نیما استفاده کرده است. در زیر با چند نمونه اشاره می شود: آنچه نیما کند از زشت و نیکو، بنهان نقشی از آن برداری. یا در یکی از غزلهای خود در بیتی چنین می گوید: فراق نامه نیما به آب اگر شویند، کسی از آن نتواند زدود نام قفس. اما نیما یوشیج در شعر نو از تخلص شعری خود نیما استفاده نمی کند. نمونه های از اشعار نیما، شعرهای کلاسیک نیما: گفتم رخ تو گفت به گل می ماند، گفتم لب تو گفت به مل می ماند، گفتم قد من گفت به پیش گل و مل، زینسان که خم آورده به پل می ماند. از شعرم خلق به هم انگیخته ام، خوب و بدشان به هم در آمیخته ام، خود گوشه گرفته ام تماشا را، کابی در خوابگه مرچگان ریخته ام. یک چند بگیر و دار بگذشت مرا، یک چند در انتظار بگذشت مرا، باقی همه صرف حسرت روی تو شد، بنگر که چه روزگار بگذشت مرا. شعری در قالب مثنوی. من ندانم با کی گویم شرح درد، قصه رنگ پریده خون سرد، هر که با من همره و پیمانه شد، عاقبت شیدا دل و دیوانه شد.
که سم و شاق را دلخون کند، عاقبت خواننده را مجنون کند. آتش عشق است و گیرد در کسی، کاوز سوز عشق می سوزد بسی. قصه ای دارم من از یاران خیش، قصه ای از بخت و از دوران خیش. یاد می آید مرا از کودکی، همراهی من بوده همواره یکی. قصه ای دارم از این همراه خود، همراهی خوش ظاهری بدخواه خود. او مرا همراه بودی هر دمی، سیرها می کردم اندر عالمی. یک نگارستانم آمد در نظر، اندرو هر گونه حس و زیب و فر. هر نگاری را جمال خاص بود، یک صفت یک غمزه و یک رنگ سود. هر یکی محنت زدا خاطر نواز، شیوهی جلوگری را کرده ساز. شیرهای آزاد نیما می تراود مهتاب، می درخشد شب تاب. نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من ایستاده سحر، صبح می خواهد از من کز مبارک دم او آورم این قوم بجان باخته را بلکه خبر. در جگر خاری لیکن از رهی این سفرم می شکند. نازکارای تنی ساق گلی که بجانش کشتم و بجان دادمش آب، ای دریغا و برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بگشایم، به بس می پایم که به در کساید. در و دیوار به هم ریخته شان بسرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب. مانده پای آبل از راه دراز، بردم دهکده مرد تنها، کوله بارش بردوش. دستی او بر در می گوید با خود، غمین خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. و یا این سروده زیبای دیگر: تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شباهنگام که می گیرند در شاخ تلاجون سایه ها رنگ سیاهی، و زان دلخستگانت راست اندوه فراهم. تو را من چشم در راهم، شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مردماران خفتگانند. در آن نوبت که بندد دست نیلوفر با پای سرو کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم. ای آدم ها، ای آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند. روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید، آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفت استید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدید آرید، آن زمان که تنگ می بندید بر کمرهاتان کمربند. در چه هنگامی بگویم من، یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان. و یا این سروده زیبای دیگر: فریاد می زنم من چهرم گرفته، من قایقم نشسته به خشکی، مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست، یک دست بی صداست. من دست من کمک ز دست شما می کند طلب، فریاد من شکسته اگر در گلو بگر.
فریاد من رسا، من از برای راه خلاص خود و شما فریاد میزنم، فریاد میزنم. و یا این سروده زیبای دیگر، گل زودرس. آن گل زودرس چو چشم گشود، بله به رود خانه تنها بود. گفت دیقان سال خورده که حیف که چونین یکه برشی گفتی زود، لب گشادی کنون بدین هنگام که ز تو خاطره نیابد سود. گل زیبای من ولی مشکن، کور نشناسد از سفید که بود، نشود کم ز من بدو گل گافت، نبه به موقع آمدم پی جود. کم شود از کسی که خفت و برا، دیر جنبید و رخ به من ننمود. آن که نشناخت قدر وقت درست، زیرا این تاس لاجورد چجاست.